برمیگردیم به بحثمون، خشونت در زبان روزنامه‌نگاری. بهتر شروع کنیم از سوالی که همین الان به دستمون رسید. دوستی به نام بهداد مطرح کردن که لطفاً نظرتون رو درباره اشکال استعمار کشورها توضیح بدین. آیا مقاومت را میتوان تحت عنوان خشونت بررسی کرد؟ شما مثل اینکه آقای مکارمی میخواستین جواب بدین. بله، خوشبختانه هر دو ما مکملیم در کنفرانس های مختلف. بله بله، مولوی میفرماید که ای خدا جان را بنمایان توان، کندران بی حرف میروید سخن. ما درمون بدون حرف سخن میروید، زیاد لازم اینه که بندش از هر کدوم روی سخنتون باشه میگید که جواب میده. به حال منظور من این بود که این ایجاد تعادل بین مقاومت، یعنی خشونتی که به دنبال مقاومت هست و خشونتی که مبتدای یک رفتار هست، این دوتا رو کاملا با هم باید تفکیک کرد، از هم تفکیک کرد. میدونید که اعلامیه جهانی حقوق بشر اساس رو بر این میذاره که گفت و شنود باید رابطه بین افراد رو تعدیل کنه. پس طبیعتا مثلا حتی روابط بین کشورهای مستعمره و کشورهای استعمار شدند رو انتظار داریم که از راه گفت و شنود حل بشه، یه مقداری هم حل شده، ولی این گفت و شنود ممکنه که طرف مقابل به این گفت و شنود تن نده. به همین دلیل در خود اعلامیه جهانی حقوق بشر دقیقا این مسئله تأکید شده که برای حفظ آزادی مقابله در مقابل خشونت، یک ملت این امکان قیام رو بهش میده. یعنی قانون اگر بگیریم که قانون اساسی ها اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، بله، که دیگه بالاخره با کدوم به یه جا تکیه بدیم، اون تکیه رو به اونجا بدیم، اونجا صریحا از خشونت نام برده نمیشه وقتی که شما راه های مسالمت آمیز رو طی کردید، بله، و دیگه برای برطرف کردن خشونت، یعنی آزادی که از دون گرفته شده، دیگه راهی نمونده براتون برای اینکه به خشونت پاسخ بدید. من به گمانم بهترین راهش رو نلسون ماندلا میتونیم بگیم که در طی اون 27 سال بازی کرد با این مسئله خیلی خوب. از یک خواسته کوچک مثلا که ما به جای شورت باید شلوار بپوشیم به عنوان زندانی شروع کرد، خواسته خیلی کوچیک و مشخص و بدنی بود، جسمی بود، و بعد وقتی که اینها به هیچ ترتیب حرف گوش نمی دادن، وارد گفتشون رو نشدن، مسئله مسلحانه رو مطرح کرد. یعنی این نبود که فقط بگه که من با تو میخوام گفت و شنود کنم، وقتی گفت و شنود امکانش نیست و فشار خیلی زیاد است، مسئله دفاعی صورت. ولی ماندلا توی دوره این کار کرد، دست به خشونت زدن. بعد از اون، بخصوص بعد از رفتنش به زندان و آشنایش با نظرات گاندی و لوترکینگ، دست کشید به کلی از شیوه غیر مسالمت آمیز دست کشید و تاکیدش رو این بود که ما باید مبارزه منفی بکنیم، به اصطلاح مقاومت مدنی باید بکنیم. تاکید بیشتر روی این بود. به گمان من تاکید خاصی نداشت با نلسون ماندلا. من یک شانسی داشتم که با یکی از همکارانش، سرهنگی بود که ما با هم در یه جا تز دکترا میگذروندیم 6 7 سال پیش، و اون دقیقا از نزدیک مسئله تز اصلی ماندلا این بود که ما باید حقمون رو که یک زندگی آزاد هست و تساوی حقوق بین دو شهروند هست بگیریم. راه اول راه گفت و شنوده، راه اول راه حقوقی است. حتی اگه خاطرتون باشه اصلا خود حقوقدان بود، اولین کاری که میکرد میرفت و در دادگاه ها دفاع میکرد، یعنی از راه خود حقوق آفریقای جنوبی آپارتاید وارد میشد. ولی وقتی این عملی نیست، در یه زمانی خودش موافقت کرد با مسئله. البته درست، این باید دو طرفه باشه. وقتی ما میگیم گفتگو، یعنی دو طرف رو باید در هر دو باید خواهان این باشن. ولی وقتی یه طرف خشونت رو به خرج میده و اون طرف خواهان مسالمت هست و اون یکی اگر بخواد، این طرفی که خواهان مسالمته، خودش هم خشونت به خرج بده، باز با سولید خشونت میشه. از کجا چه اطمینانی هست که این خشونتی که الان ما داریم میکنیم در مقابل اون که کنار بکشونیم، این خشونت ادامه نداشته باشه بعدن، برای بقیه مخالفامون هم همین رو به کار نبریم. بله.
همین هنر نلسون ماندلا همینه که همین که متوجه طرف مقابلش رو میکشونه به موضع گفت و شنود دیگه قطع میکنه، یعنی نشون میده که علاقمند نیست به ادامهش، میدونید؟ یعنی در واقع یه کار دیگه هم که کرد نلسون ماندلا که درست در همین زمین است و مسئله خشونت هست، اینه که طبیعتاً وقتی فردی به قدرت میرسه قدرت رو نگه میداره و نلسون ماندلا اولین دوره 4 ساله رو به عمد از دست داد. درست همین کار، همین بازی است اینجا، یعنی همین بازی است که بگه من با میل خودم میرم کنار که بعدی بیاد. یعنی تعویض قدرت خودش یک عمل که خشونت رو از بین میبره و نگه داشتن قدرت خودش یک عمل خشونت آمیز هست. این رو هم خواهم بگم، همیشه در تمام رفتارش این مسئله رو میشه دید. ممنون. شما چی فکر میکنین آقای کاظم‌زاده؟ من فکر میکنم خیلی مسئله یه مقدار پیچیده و قامزیه واقعا. بله. که این الان مثلا فرض کنیم میگین مقاومت، خب مقاومت خودش اشکال کاملا متفاوتی داره. گاهی اوقات مقاومت به این معنیه که شما فرد متعرض و مجبور بکنین که دست از تعرضش برداره. یک بار دیگه میبینین اسم مقاومت بر تعرض متقابل هم گذاشته میشه، یعنی میتونه تا اون حد پیش بره که مثلا بمب‌گذاری میشه، نمیدونم افراد بیگناه یا عادی کشته میشن به نام دفاع مثلا فرض کنین از یه ایده. یه چیزی که من خیلی فقط کلی میخوام بگم در ضمن اینی که میگم مسئله به هر حال خیلی قابل بحث، بحثم در موردش بسیاره، اونم اینه که ما مشخصا تو ایران در جامعه زندگی میکنیم که خشونت همونطور که تو بحث قبلی هم گفتم تولید معنا میکنه و با تولید معنا کردن به مثابه ابزار همیشه در خدمت آنی بوده که از قدرت بیشتری برخوردار بوده. یعنی تو رابطه مرد با زن به اسم غیرت و ناموس این حق استفاده ابزاری از خشونت به مرد داده شده. تو رابطه بالغ با کودک به نام تربیت یا ادب کردن کودک حق استفاده ابزاری از خشونت داده شده. تو رابطه حکومت با مردمش هم به همچنین. حالا ما اگر بیایم اینو فقط بخوایم این رابطه رو برعکسش بکنیم، یعنی بگیم که حالا به جای اینی که ما خشونت ظالم رو معنا بدیم و ابزارش بکنیم، بیایم خشونت مظلوم رو بهش معنا بدیم و ازش ابزار بسازیم. تئوری های فرض کنید انقلابی و قهرامیز لااقل تو دهه 40 و 50 به نوعی توجیه و ابزارسازی از خشونت ولی تحت عناوین دیگه بر علیه میشه گفت قدرت حاکم بود. خب در اینجا ما فقط باید متوجه این قضیه باشیم که ما با قواعد بازی رو تغییر ندادیم، یعنی همچنان از خشونت به عنوان ابزار استفاده میکنیم، بهش معنا میدیم، بهش تقدس میدیم و اینی که بعدها مسئله که میمونه یعنی این که ما از این منطق خشونت به هر حال خارج نمیشیم، میپذیریم که خشونت میتونه حرف نهایی رو تو تنظیم رابطه من با دیگران بازی کنه. یه مسئله اساسی که همیشه باقی میمونه اینی که بعدن وقتی که من یک بار از خشونت به عنوان ابزار استفاده کردم چه عاملی میتونه باعث بشه که تو شرایط دیگه این عملو با توجیهای دیگه تکرار نکنم. خب اینه که فکر میکنم باید یه مقدار روش تأمل کنم. آقای دکتر مکارمی، در مورد عزاداری قبل از استراحتمون صحبت کردین، باز چی بود؟ جایگزینی بزرگداشت با عزاداری. نکته جالبی رو گفتین و اینکه مردم ایران دچار افسردگی تاریخی شدن در این 14 دهه و
به شکلی هی باز تولید میشه این، و این حتی به بیعملی هم کشونده، به بیتفاوتی و بیعملی. این میتونه انعکاس داشته باشه توی زبان روزنامه نگاری ما هم، که میبینیم خیلی وقتا تو رسانه ها و روزنامه نگارا یک به نوعی ذکر مصیبت همش میکنن، انگار که یعنی اگر بیایم اون شکل که میرفتن پای منبر، ملا میرن پای منبر رو از امام حسین و کشته شدنش میگن، همه رو به گریه میندازن، اینا به نوعی واقعه های رو به صورت خیلی رمانتیک و دراماتیک میان مطرح میکنن، بدون اینکه به ریشه هاش بپردازن، بدون اینکه به زمینه های به وجود آمدنش اینا بپردازن. این میتونه انعکاس داشته باشه به این شکل؟ به گمان من طبیعتا اساسا این مسئله جایگزینی بزرگ داشت با عزاداری خیلی عمیق‌تر از این در زندگی روزمره ما، حتی در زندگی روزمره ما جا گرفته، حتی ریشه گرفته. شما به اشعار حتی اونهایی که به نام انقلابی، شاعران انقلابی شهرت دارن، از این دید مراجعه بکنید، نمونه‌ها بسیار زیاده. من چندان علاقه ندارم بگم اینجا، برای اینکه میترسم که دوستانی رو شوکه کنم، برای اینکه انقدر ما بزرگ داشتیم این بزرگان انقلابی رو و اشعارشون رو. حالا یکی رو میگم برای اینکه من با زنده یاد سیاوش کسرایی هر دو در دانشگاه بلوچستان درس میدادیم و از نزدیک میشناسمش، به خودم اجازه میدم که بگم. و شعر ایشون بود که در روزهای انقلاب در کوچه و خیابان همه جا نوشته شده بودن، هر شب ستاره‌ای به زمین میکشند و باز این آسمان غمزده غرق ستاره هاست. خب آسمان همه چیز هست جز غمزده. شما در تمام ادبیات دنیا که نگاه بکنید، آسمان هم مظهر به یکی قدرت، هم مظهر نادانی ما هست، شگفت زدگی ما هست با این ستاره هاش. ولی غمزده، این تصویر غمزده میتونه تصویر دیگری بیاره. این آسمان پر ستاره، غرق ستاره هاست. این خیلی خوبه که انقدر ستاره داره که اشکال نداره، ما جلو میریم و مسئلمون نیست. اینکه طبیعتا مثلا در شعرهای زنده یاد شاملو که نگاه میکنیم، عمدتا یعنی اعتراض در جامعه ما جای خودش رو یه مقدار عوض کرد، اون هم با غم و نوحه و شعر و ترانه های فارسی رو که نگاه بکنید بهش، کلا من توصیه میکنم هر کدوم از ما با این دید، با این نگاه که مثل یک درجه تب افسردگی رو درجه تب بذاریم در نوشته های خوب زنده یاد صادق هدایت، اشعار مختلف که میبینیم که درسته که فراغ هست، درست، ولی این فراغ میتونه لذت بخش هم باشه، ولی میتونه ما رو به سمت افسردگی هم ببره. به هر حال من بیشتر عمدتا نظرم از این مسئله افسردگی این هست که از روزی که بشناسیمش دیگه در خودمون شروع بکنیم به مبارزه کردن. من خاطرم هست با یکی از افرادی که با من کار میکنه صحبت میکردیم، بعد از یه مدتی گفت که من به همسرم میگم که هر کدوم ما خواستیم یه جمله افسرده بگیم، اون یکی بگه اینجا نباید بگی دیگه تموم شد. یه مرز بذاریم برای خودمون، اشراف، یعنی آگاهی به این مسئله که ما متاسفانه در یک فرهنگ غمزده زندگی میکنیم. این البته یه چیز هم نباید فراموش کرد، من خیلی واژه‌ها دقیق هستن، بی‌بندوباری و مراجعه به یک نوع زندگی بی‌بندوبار و زندگی که به خوشگذرانی ما معروفش کردیم، اون هم دلیل بیغمی نیست ها، برای اینکه عمدتا میدونید که کسانی که به اون شکل مثلا سنتی عرق خوری میکردن، اینها عمدتا به گریه ختم میشد. این هم دلیل این نیست که ما بخوایم از این راه، با خیلی عمیق‌تر هست در خودمون، در فرهنگمون، در ریشه های فرهنگیمون. تنها چند نمونه ما داریم در فرهنگیمون که من توصیه میکنم با اونا بیشتر مراجعه بکنیم. یک نمونهش حافظ بزرگواره که نه تنها درش غم نیست، بلکه هم ستایش، هم یک نوع شگفتگیست در مقابل جهان و هستی و زندگی، و مرتب ما رو به سمت خلاقیت میبره. این رو باید بهش توجه کرد. حالا تصور کنیم که هر کدوم از ما یک در واقع تپسنج افسردگی با خودمون داریم و اونو به کار میبریم بین برای خودمون و دوستان و دوروریامون بریم. آقای مکارمی، توی این جستجوهایی که این چند هفته اخیر میکردم،
مثالای جالبی از خشونت پنهان پیدا کردم در از زبان چند تا روزنامه‌نگار و نویسنده. گفتم اینا رو یه مقداری فقط چند تاشو اسم ببرم، شما مثل این که مثالایی داشتین ممنون میشیم اینا رو هم بشنویم، بخصوص برای روزنامه‌نگاران جوانی که میخوان تازه شروع کنن جالب اینا رو بدونن. به نظر اومد که با اصطلاحات خاصی رو به کار میبرن که سعی میکنن با اونا جهت بدن به اون چیزی که میخوان، یا رد بکنن یا تحقیر بکنن، یا بخصوص در زمینه حذف کردن بیشتر میاد. مثلا یه جا خوندم از دختر حاجی کلانتر چاله میدانی و پروین آژدان‌قضی گرفته تا زهرا خانم و کبرا سبزی فروش و گروهایی از خواهران زینب و فاطمه کماندوها نقش خیش بر تاریخ معاصر سرزمین ما نشاندن. یا مثلا اصطلاحاتی که به کار میبرن، میگن در پوشش، توی گیومی میگن در پوشش حقوق بشری این کارو میکنن، در پوشش دفاع از زنان این کارو میکنن، زنان رو مثلا به فحشا میکشونن. اینا رو به خصوص توی نشریه و رسانه ایرانی خیلی زیاد میتونیم ببینیم. یا مثلا میگن به اصطلاح، میگن به اصطلاح روشن فکر، به اصطلاح اپوزیسیون. یا علائم رو، علائم البته پرسش و تاکید و اینا، خب معمولا اینا ابزار کار روزنامه‌نگار هم هستن، ولی گاه به افراط نگاه یا به تعداد زیادتری نشون میدن، یا با گیومه گذاشتن. اینا سعی میکنن باز میگم جهت بدن به اون فکری که خودشون میخوان. یا مثلا میان قضاوت میکنن یا فرد و گروهی رو مقصر قرار داد میدن. اینا همه از زبان روزنامه نگاراست متاسفانه. مثلا میگن ملت ایران 35 سال است که هزینه نادانی خود را میپردازد. یا خطرناکتر از تروریستای مسلح مذهبی، سیاسیون مذهبی هستند که با ژست اعتدال و میان روی پایه‌های مذهبی را در میان جامعه‌های خود تقویت می‌کنند. مثال زیاد داریم. اینا خصوص میگم توی ایران زیاد. کلمات مثلا مثل هجمه فرهنگی، اینا همه خشونت رو میاره. یا براندازی نرم به اصطلاح. شما مثالی داشتین چجوری می‌بینید؟ بگم که اون مبتکر اصلی این همه خشونت یک کلام فقطه، یعنی این حزب فقط، حزب الله رهبر فقط، این فقطه به حدی قوی و غنی و عملی هم هست. یعنی در طول 34 سال شما یک نماینده مجلسی که از شورای نگهبان بیرون نرفته باشه نداریم. این فقط واقعی است، این فقط در روزمره ما زندگی میکنه با ما. از این خشنتر بقیه خشونت ها در مقابل این مقوله فقط چیزی نیستن اصلا. یه بحثی بود که وقتی به سیاسیون ما میگن چه میخواهید، چه نیازی دارید، اپوزیسیون در خارج از کشور، وقتی مثلا کشورهای دیگه میگن، نمایندگان مجلس میگن میگن چه میخواد، باید بگن خب ما با یک فقطی دوچار هستیم. ما میگیم ما یک درصدیم، ولی هستیم. این فقط اصلا ما رو هیچ کرده، هیچ فرق میکنه با یک. ما تبدیل شدیم در با این فقط، همینجوری با یک کلمه فقط تبدیل شدیم به هیچ. خب و این طبیعتا همچین مسائلی رو ایجاد میکنه. مثلا نمونه خیلی زیاده، مثلا از دو طرف هم زیاده. یه جمله‌اش از اخیراً در سیمای منحوس رژیم آخوندی با جریانی از سریال های ساخته و پرداخته. اینجا یک روزنامه‌نگار خارج از ایران میگه سیمای منحوس رژیم آخوندی. خب این سیماست، خب میتونست بگه سیمای اسم داره، سیمای جمهوری اسلامی. یا مثلا یه سایتی هست به نام پایگاه خبری تحلیلی سپاس، این برای دفاع از یکی از آیات عظام میگه این روزها دوباره جریان ژورنالیسم کثیف و روشنفکری فاشیست حمله و هجمه به این عالم اخلاقی و مرزبان بسیر عقاید اسلامی را در دستور کار خود قرار داده. یعنی اگر این عالم اخلاقی و مرزبان بسیره، چجوری اون ژورنالیسم کثیف و روشنفکری فاشیست؟ میبینید اصلا تناقضی در ذات این مسئله است که با اون سیاه و سفید، هر دو طرف هست، این سیاه و سفید کردن و این هیچ گونه اجازه مدارا نمیده. من میخوام از اینجا برگردم به اینکه چگونه میشه یک روزنامه‌نگار نقشش ایجاد مداراست. مثال خیلی خیلی ساده اش من میبینم وقتی است که در حداقل تلویزیون‌های اروپا و آمریکا راجع به یک دادگاه صحبت میکنن. خب در دادگاه هم قاضی هست هم وکیل دو طرف هست، حالا خودشون که حرف نمیزنن، ولی عمدتاً
وکیل دو طرف صحبت میکنن. یه خبرنگار وقتی یک حادثه رو منتقل میکنه، مثلا حتی دو دقیقه، دو تا یه دقیقه دو تا وکیل صحبت میکنن راجع به مسائل، حکمی که داده شده راجع به صحبت میکنن. و این وقتی که ما برمیگردیم در نگاه کردم در روزنامه نگاران هموطن ما که یک هر دادگاهی رو منتقل بکنن، اصلا وکلا مثلا وکلای دو طرف وجود ندارن، یعنی خودشون میرن اونجا برداشتی میکنن و مینویسن. مدارا یعنی همین، مدارا یعنی که ما بتونیم زاویه دیدمون رو یک 360 درجه بچرخونیم، حرکت کنیم اون دور، بتونیم نشون بدیم این مسئله رو. من میخواستم به این هم برگردونم بحث رو. علت این همه خشونت در گفتار اینه که نقش مدارا رو از یاد بود. نقش مدارا بسیار عالی، اتفاقا نکته بود که من میخواستم روش تاکید کنم. حالا برمیگردیم به شما رو این مسئله. شما چی فکر میکنین آقای کاظم زاده؟ من فقط در ادامه حرف آقای مکارمی میخواستم بگم که به هر حال یه چیزی که خیلی روشنه، حالا شاید بگیم که به کار بردن این الفاظ به طور مستقیم و بیواسطه خشونتی رو اعمال نمی کنه، اما حداقل باید اینو پذیرفت که به کار بردن این نحوه بیان بستر اعمال خشونت رو آماده میکنه. خب یعنی که وقتی شما دیگری رو، مخالف خودتون رو، به مرور از حق انسان بودنش، حق انسان بودن ازش بگیرین، وقتی چهرش رو انقدر تغییر بدین و تحقیرش بکنین که به مرور اون دیگری هیچ وجه مشترکی با شما نداشته باشه، مخاطب شما یا خود شما وقتی اینو بپذیرین، توی فرایندی اگر امکانشو به دست بیارین به احتمال زیاد قدرتشو داشته باشین، اونو به لحاظ فیزیکی حذفش هم میکنه. یعنی شروع یک داستانیه که ما اینو مثلا در رابطه با یهودی‌ها تو آلمان دیدیم، زمین‌سازی میخواست. بله. در رابطه با جنگ بین هوتوها و توتسیها به لحاظ تاریخی فرهنگی، جمهوری اسلامی در رابطه با مخالفینش یک نوع حق انسان بودن رو در حقیقت از دیگری سلب میکنه و این یه بستری میشه که امکان بروز اون خشونت رو در آینده چیکار میکنه؟ در آینده میسر میکنه. اما یه مسئله دیگه هم که هست، اونم اینه که ببینیم به هر حال جامعه ما توی لااقل این 30 سال با انواع و اقسام خشونت درگیر بوده. یه مشکلی که من روزنامه نگارا دارن که من فکر میکنم همه ما ایرانی ها داریم، به خاطر تحمل این همه سال خشونت، به خاطر دیدن این همه مصیبت و فاجعه، اینی که یک این خشونت به نوعی در درون همه ما درونی شده. خب و از طرف دیگه متاسفانه در فرهنگ زندگی کردیم که نحوه برخوردش با مسئله خشونت در درجه اول به لحاظ تربیتی مسئله سرکوب خشونت بوده، یعنی تربیت ایرانی، ادب ایرانی، احترام ایرانی، تعارف ایرانی، آبروداری ایرانی، بروز هر گونه احساس خشمی رو مطلقاً تو تربیت کودک بی‌ادبی تلقی میکنه و روشی که به کودک یاد میده در مقابله با احساس خشمش، چون احساس خشمش ربطی به خشونت نداره مستقیماً، کودک یاد میگیره که برای اینکه بخواد با این احساس درونی خودش، اون چیزی که ما هممون داریم باش زندگی میکنیم، باید فقط روش سرپوش بذاره و سرکوبش بکنه. اون چیزی که کمه و برای ما مشکله اینه که خشونت رو نباید سرکوبش کرد، خشونت رو باید بشه کنترلش کرد. خشونت رو باید بروز داد ولی به روش‌های جامعه پذیر. یک راه بروز دادن خشونت، نه منظورم خشمه، اینه که من بتونم به کلام بیارمش بدون اینی که فحاشی کنم، بتونم به دیگری بگم بدون اینکه برافروخته بشم، بدون اینکه از واژه‌های بد استفاده بکنم، بتونم بگم من از این کاری که تو کردی شدیداً آزرده شدم. خب
خب اداره کردن خشم این قدرت رو به ما میده که اون خشونت سرکوب شده توی شرایطی تبدیل، اون خشم سرکوب شده در واقع تبدیل به یه خشونت بیرونی نشه. یعنی یک مسئله فکر میکنم تربیتی هم هست که اونجا دیگه همه ما یه جوری با هم شریکیم، فقط مسئله روزنامه نگاری نیست. آقای مکارمی در مورد مدارا صحبت کردین، زبان خشونت، برای زبان خشونت مدارا رو از بین میبره، شیوه مدارا رو. میبینم الان یه سوال دیگه دارن میان، حواسم پرت شد طرف اون سوال. ولی با دوستی نکته جالبی رو میگفت، میگفت مشخصه خشونت در جامعه ما انعکاسش همون حالت که شما گفتین سیاسفید دیدنه، یا عشق یا تنفر. آیا میتونیم بگیم معمولا این یک مشخصه ایه که به ما ایرانی ها اینجا دیدیم تو خارج از کشور زیاد نسبت میدن، میگن شما بیشتر اوقات سیاسفید میبینین، خاکستری رو نمیبینین. میتونیم بگیم که اگر ما این شیوه رو پیش بگیریم، ژورنالیست های ما و همه مردم، البته فقط این همینطور که آقای کاظم‌زاده گفتن فقط شامل ژورنالیست نمیشه، بقیه مردم هم همینو دارن، آیا میتونیم بگیم اون وقت از زبان خشونت فاصله گرفتیم و زمینه رو برای مدارا و گفتگو آماده کردیم؟ یعنی طیف رو دیدن، نه حداکثرای صفر و صد رو. زمینه گفت و شنود، بنیان زمینه گفت و شنود اینه که بپذیریم، بنیانش بپذیریم که دیگری منیست در موقعیتی دیگر. یعنی این همین اصل اول اعلامیه جهانی حقوق بشر که ما انسان ها مثل همیم، هیچ فرقی نمی کنیم. این یک. دو اینه که به هر حال هر کدوم خواست و نیاز و آرزو و هدف و هویتی داریم و این هویت ها در یه جای مشخص با هم تضاد پیدا میکنن، اینم نمیشه کاریش کرد. ولی بنیان گفت و شنود این پذیرش درونی است که باید بیایم روی اینو با هم صحبت کنیم، یعنی معامله کنیم. قدیمی ترین کاری که انسان کرده، اثرش وجود داره، قدیمی ترین اختراعی که بین رابطه دو تا انسان وجود داره همین معامله است. گفت و شنود و معامله، یعنی به شکلی بتونیم هدف‌ها و آرزوهای همو متعادل کنیم. مدارا یعنی همون تعاملی که این روزا زیاد بله، صحبت بله، همون تعاملی که میگن بله، طرفین بله. با یک داد و ستد مثبت بتونیم به شکلی بگم من نمیتونم همه آرزوم رو عملی کنم، تو هم نمیتونی، و سعی میکنیم که به سمت یک هدف مشترکی بریم. یعنی به قول بعضی ضرور مثل ها میگن که تقسیم بردوش کنیم، پارش بکنیم، نصف تو بیا نصف من بیام. اینها بنیان مدارا رو میتونه ایجاد بکنه. ولی عملا این مسئله خشونت میتونه اسبابش فرق کنه. یک مثال خیلی مشخص بزنم از شیوایی و شیرینی زبان پارسی، و اینه که وقتی که یک نفر دیگر رو اصلا قبول نداره، کنار میذاره، باش حرف نمیزنه، صحبت نمیکنه، و اصلا میذارتش کنار، میگیم قهر کرده. قهر یعنی خشونت دیگه، یعنی خشونت. ببین چقدر زیباست این واژه قهر اینجا، یعنی خشونت کرده، یعنی حتی محل نگذاشتن به دیگری، باهاش حرف نزدن. برای اینکه چی؟ برای اینکه من با اون قهر کردم، برای اینکه من یه ارزشی دارم، صحبت کردن با تو، حضور من برای تو یه ارزشی داره، من میدونم این ارزشو داره، و تو به یکی از نیازهای من پاسخ ندادی، تا میدونی، پس بیا پاسخ بده تا من قهر رو، یعنی صحبت نکردن با تو رو کنار بگذارم. ببین مدارا یعنی تا همین حدم مداراست که مادر و فرزند، پدر و فرزند، زن و شوهر، اینا با هم مرتب این اسباب در واقع رفت آمدشون هست، اسباب بازیشون هست این مسئله. حالا اگر فرصت بود من دو سه مورد دیگه داشتم در مورد سکوت، ولی فکر کنم که بحث نداریم. سوال دیگه هست میگم یک سوال الان رسیده که آیا همین اتفاقی که در خاورمیانه بخصوص عراق و غزه میافتد با نشر در شبکه‌های اجتماعی موجب بازتولید خشونت میشود؟ آرش پرسیده از فیسبوک فکر میکنم. بله بفرمایید، شما میخواید زیاد صحبت کنید. من فکر میکنم باز دوباره مسئله نحوه بازتابشه که خیلی مهمه. اینی که ما
اگر یه خبری ما با چه بخشی از روان مخاطبمون سر و کار داریم، آیا میخواییم بر احساساتش تأثیر بذاریم، آیا میخواییم به هیجان بیاریمش، آیا میخواییم به قول خودمون میگیم سر غیرت بیاریمش، آیا میخواییم با تحت تأثیر قرار دادن عواطفش به نوعی تعداد مخاطبان خودمون رو افزایش بدیم، اون چیزی که اسمشون میذارن خبر داغ که باید خوب مثلا بهش پرداخت اینا، یا اگر میخواییم که فرد و نسبت به یه اتفاقاتی که پیرامونش میفته حساس بکنیم، یعنی هدفمون مسئله اندیشگی، هدفمون مسئله اینی که یک موضوعی تحت عنوان یک به عنوان یک بحث در پهنه همگانی مطرح بشه. خب این به نظر من خیلی تعیین کننده است. نمیشه در مورد مسئله‌ای که امروز مثلا در غزه در اتفاق میفته یه جوری رفتار کرد که انگار هیچ واقعیتی رخ نداده. خب ولی میشه با اینکه ساده نیست، یعنی من میدونم که به هر حال روزنامه نگاری در ایران در رابطه با مسئله خشونت وضعیت کاملا دشواری داره، یعنی اصلا کار ساده‌ای هم نیست که یه طوری عمل کرد که همزمان هم باز تولید نکرد خشونت و همزمان به سلامت روحی افراد صدمه نزد، که این منظور من خیلی نکته مهمیه در رابطه وقتی کسی با مسئله خشونت کار میکنه، و در عین حال اون یه سری اطلاعات رو به اون فرد به افراد چیکار کرد؟ منتقل کرد. خب اگر نحوه گزارش ما مثلا یه نکاتش آقای مکارمی گفتن، اگه ما اونو بذاریم توی متنی که داره اتفاق میفته، اگر توضیح بدیم تمامی مسائلی که حواشی این داره اتفاق میفته، اگر یه نفر رو به عنوان فقط قربانی معرفی نکنیم و از طرف مقابل کاملا جلاد نسازیم، اگر جنبه های مختلفی رو که اون پدیده داره نشون بدیم، اون موقع به نظر من نه تنها اشکال نداره بلکه ضروریه. کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم. شما گفتین یکی دو نکته دیگه دارین. حسن ختام. حسن ختام. خواستم یه تیکه بگم که این مسئله خشونت و مدارس معممین شیعه از قرنهاست ادامه داره و چگونه ما تازه امروز میگیم که چه زبان خشنی داریم در روزنامه نگاری. خب اینو از کجا آمدیم؟ از دورها بریم. یک کتابیست در ادبیات مشروطه به نام سیاحتنامه ابراهیم بک، این رو حاج زین العابدین مراغعی نوشته قبل از 1850 و هدفش هم این بوده که بگه که یه آقایی بوده که پسر یه تاجری بوده ایرانی رو از قاهره را میفته میاد ایران رو میگرده و آنچه که میبینه معرفی میکنه، همش سیاه هست و آخر هر فصل هم میگه مرده این ولی زنده، زنده این ولی مرده. حالا کاری به این مسئله کلیش بود. یه جاش میگه که تو اصفهان هست این آقا و میگه که پس از ادای نماز از مسجد شاست بیرون آمده، چند قدمی دورتر دیدم قیل و قال بلند است، درست گوش دادم دیدم صدای طلاب است که از مدرسه بیرون می آید. رفتیم توی مدرسه، بنای بسیار بزرگ و معتبری بود، می گویند یکی از پادشاهان صفویه ساخته. می دونه این مراغه‌ای می خواد بگه که این جوونه بلد نیست. در سکوی یک حجره آخوندی را دیدم وضو می گیرد، اما در آن حجره صدای دو نفر به قوقا بلند است. با خود گفتم در حالی که این آخوند می بیند که دو نفر مسلمان دعوا می کنند، هیچ التفات نکرده، مشغول وضو است. از حالت او تعجب نموده نگاه کردم، دیدم دو تن از طلاب در حجره روبرو نشسته، در دست هر یک کتابی مشغول جنگ و جدل هستند. گاه یکی کتاب را به شدت تمام بالا برده، چنان که گویی بر سر آن دیگری خواهد زد. آن یکی نیز به همان طور، خلاصه صدای لم ولا تسلم است که به آسمان بلند می شود، یعنی چرا و تسلیم نمی شود. معرکه غریبی بود. از آن آخوند که وضو می گرفت و حالا تمام کرده مس می کشید، پرسیدم جناب آخوند اینان چرا دعوا می کنند؟ گفت دعوایی نیست. گفتم مگر اینان را نمی بینی؟ گفت مباحثه می کنند. نه دعوا. گفتم چه مباحثه دارند؟ گفت مباحثه علمی. گفتم چرا این سخنها را به ملایمت و شیرین زبانی به هم دیگر نمیگویند؟ گفت مگر با خنده و ملایمت علم توان آموخت. گفتم بنده عرض نکردم که به هم دیگر بخندند، بلکه چنان که من با شما حرف میزنم این طرز گفت و شنید بکنند. آخوند با خشم هرچه تمامتر از سر تا پای من نگاه کرد، گفت تو ترکی؟
گفتم بلی، آذربایجانی هستم. گفت این است که چیزی نمیفهمی، برو برو. این قبل از 1850 است. بله قبل از جریان. ولی به هر حال عمدتاً منظور اینه که این زبان خشونت یک مسئله قدیمی است و خب یک وظیفه ما داریم در مقابل این زبان خشونتی که وجود داره. چه اون مسئله تبدیل عرض کنم که بزرگداشت به عزاداری که خب میره تا بدن دیگه، خنجر و کشت و کشتار و قف زدن و غیره، تا آمدن خشونت که کتاب بزنی بر سر همدیگه تا بفهمی. میگم این رو یه جور باید در این لایه پنهانی ذهنمون داشته باشیم که از کجاست این منابع خشونت. باید با اینها خوب مبارزه کرد، وظیفه ماست. بسیار ممنون از آقای حسن مکارمی و رضا کاظم‌زاده و همچنین از همکاران و عزیزمون که مشغول برنامه بودن و همچنین دانشجویان آکادمی روزنامه‌نگاری زبانه.